درود و سلام بر شما بینندگان ارجمند شبکه تلویزیونی پارس، فرامرز فروزنده هستم و خوشحالم که امروز این بخت و شانس رو دارم تا با شما باشم. میدونید این روزا مهمترین مسئله‌ای که در آمریکا مطرح هست، در یک ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، اتفاقاتی است که حول و حوش مبارزه انتخاباتی دو کاندیدا اتفاق میفته، کاندیدای حزب جمهوری خواه آقای دونالد ترامپ و کاندیدای حزب دموکرات خانم هیلاری کلینتون. در چند روز گذشته، از جمعه گذشته که اون نوار اسف‌انگیز از رفتار واقعی آقای دونالد ترامپ پخش شد، مربوط به 10-11 سال قبل، تا امروز و مناظری که برگزار شد، حقیقتش من رو به شدت به فکر انداخته که با این انتخابات چه کار باید کرد و ما تکلیفمون در رابطه با این انتخابات چیه. من نظر شخصی خودم رو به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی در این باره اعلام کردم قبلا، ولی اجازه بدید امروز این نظر یه مقداری بیشتر باز بکنیم. و یک پرسشی که ذهن من رو به خودش گرفته، علارغم همه اتهاماتی که ممکنه به هم بخوره به خاطر طرح این پرسش، اون رو با شما بینندگان عزیز واقعا مطرح بکنم. ببینید، من روی سخنم در اینجا با ایرانی آمریکایی هاست، یعنی کسانی هست که ایرانی تبارند، از ایران آمدن مثل خود من و به هر حال تبعیت آمریکا رو هم پذیرفتن، ایرانی آمریکایی به حساب میان و حق رأی در این سرزمین دارن و هنوز هم سرزمین مادری خودشون رو فراموش نکردن و دل مشغول مسائل ایران بوده و هستن کماکان. خیلی دلم میخواست وقت بیشتری بود، خطای تلفن رو باز میکردم و نظرات شما رو میگرفتم، ولی مهم نیست، در برنامه های دیگه این کار میشه. ولی پرسشم رو با شما مطرح میکنم. پرسش خیلی ساده است و شاید هم برای به نظر عده‌ای بسیار ساده لوحانه به نظر بیاد. من نگران این نیستم. پرسش من دقیقا اینه: چه فرقی هست بین این انتخابات دموکراتیک در ایالات متحده آمریکا با همه روش‌های اولترا مدرنی که به کار می‌برند و انتخابات در جمهوری اسلامی؟ واقعا چه فرقی هست؟ شما هیچ فرق اساسی بین این دو نوع انتخابات نمی‌بینید. در ایران فساد و زور از نوع قرن ما قبل تاریخش داره پیاده میشه. داغ و درفش در کار، اینجا داغ و درفش در کار نیست. اینجا سرزمینی است که از جورج واشنگتن داره میرسه به خانم هیلاری کلینتون و یا آقای دونالد ترامپ. آیا آقای دونالد ترامپ و خانم هیلاری کلینتون نمایندگی میکنن بیش از 340 میلیون آمریکایی رو؟ مشکل در کجاست؟ مردی که یک عمر در بیزنس بوده، یعنی کاسب بوده و حبیب خدا بوده، چون سر مردم هم کلا میذاشته، سر مردم از طریق به کار گرفتن قوانین به نفع خودش کلاه میذاشته، یعنی آقای دونالد ترامپ سوابق متعدد اسف‌انگیز داره. شما نگاه کنید چه اتفاقی افتاده. ایشون در 11 سال پیش این نوار صوتی که منتشر شده و خودش گرفتار دردسر شده، میاد در مقابل صفحات تلویزیون میگه من عذرخواهی میکنم، متاسفم، ولی ایشون نمیگه که من تضمین میکنم که چنین اتفاقی دیگه نیفته اگر من به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب بشم. شما متن ویدیوی عذرخواهی ایشون رو نگاه کنید، ببینید ایشون میگه من آدم کاملی نبودم، من ایشون نیست که کماکان هم نیستم. ایشون میگه خطاهای زیادی کردم، معنیش این نیست که دیگه نمیکنم. آقای دونالد ترامپ توجه داشته باشید، شما چگونه میتونید بهش اطمینان بکنید در اوال آفیس کاخ سفید؟ اگر همسر من یا شما، دختر من یا شما، خواهر و مادر من یا شما بنا به هر علتی برن به دیدار ایشون، دیدار خصوصی داشته باشن، دیدار فردی داشته باشن در
اتاق بیزی کاخ سفید. آقای بیل کلینتون از یه جعبه سیگار برگ استفاده کرد. ایشون ممکنه کارخونه سیگار برگ در اونجا ایجاد بکنه. آقا این آدم قابل اطمینانی نیست. از اون سو نگاه کنید به خانم هیلاری کلینتون، کسی که میگه 30 ساله در کار پابلیک و خدمتگذاری مردم بوده. این اولین ادعای این خانومه. خوب توجه کنید، ایشون آمده دونه دونه بالا رفته، زن فرماندار آرکانزا بوده آقای بیل کلینتون، بانوی اول آمریکا شده به مدت 8 سال، 8 سال سناتور بوده، 4 سال وزیر امور خارجه بوده. از ایمیلای استفاده کرده یا دستگاهی رو، ایمیل تلفن شخصیش، کامپیوتر شخصی خودش رو استفاده کرده برای ایمیل های وزارت امور خارجه آمریکا. آخه ایمیل های خانم هیلاری کلینتون که ایمیل های فرامرز فروزنده نیست، که هر روز ممکنه ده ها از این ایمیل ها رو بیان و بیاد پاک بکنه، تأثیری در هیچ جا نداره. یه دفعه چندین ده هزار از این ایمیل ها از سرور ایشون پاک میشه و به دست هیچ کس نمیرسه. اگر خانمی بعد از 30 سال دخالت در سیاست و حضور در سیاست این قدرت تشخیص رو نداره، شما به چگونه به قول برنی سندرز به قدرت قضاوت اون اطمینان میکنید و او رو میفرستید و همه چیز رو در اختیارش قرار میدید؟ این دو نفر کاندیدا یکی از یکی بدترند. این دو نفر کاندیدا نماینده مردم آمریکا نیستند. این دو نفر کاندیدا حضورشون و وجودشون در این انتخابات نشانه سقوط دموکراسی آمریکاست. چه باید کرد؟ آیا باید مثل بره ها رفت و رأی داد؟ نه، هر دو کاندیدا رو باید حذف کرد. رأی خودمون، رأی انسانی خودمون رو در این کشور که بابتش خونبهای زیادی انسانهای مختلف دادن باید محترم بشماریم. هیچ کدوم از این دو نفر شایسته ورود به کاخ سفید نیستند. خانم هیلاری کلینتون نمیتواند تشخیص بدهد چه درست است و چه غلط است. او یک زن قدرتمند کنترلر هست. در واقع تمایلات خانم کلینتون بیشتر به یک خودکامی سیاسی شبیه. در مقابلش آقای دونالد ترامپ فاقد حداقل دانش و تقوای سیاسی است. فکر نکنید من میخوام بگم که اون کاری که آقای دونالد ترامپ کرده دیگران نمیکنن. نه، دیگران میکنن، اما هیچ کدوم در مقام رهبری جهان قرار نمیگیرند و اگر بگیرند خسرانش برای اون کشوره. هر دو نفر این کاندیداها، دونالد ترامپ و خانم هیلاری کلینتون، هر کدوم که وارد کاخ سفید بشن از همون روز اول موجب مسائل بسیار بسیار زیادی خواهند شد. پرونده های اینها رو دوش مردم آمریکاست که حمل میشه. دو رئیس جمهور ضعیف خواهند بود. با سوابق افتضاح آقای بیل کلینتون، خانم هیلاری کلینتون لحظه آرام نخواهد بود. با قضاوت بد سیاسیش دائما در معرض حمله خواهد بود. و حد دیلیت کردن ایمیل های وزیر امور خارجه آمریکا، استفاده از سرور شخصی بعد از اینکه شما 30 سال ادعا میکنید در کار سیاست بودید، یعنی شما این قدرت تشخیص رو پیدا نکردید. احتیاج به محکومیت خانم هیلاری کلینتون در هیچ دادگاهی نیست. احتیاج به محکومیت آقای دونالد ترامپ هم نیست. باید گذاشت دونالد ترامپ شوهای خودش رو اجرا کنه. خانم ها، آقایان، مسائل جهانی، یک گلوبال سیستم رو که اگر کسی در گوشه ماداگاسکار دماغش خون بیاد ممکنه تأثیر در وضعیت آدم ها در آمریکا بگذاره، اینها رو نباید به دست کسی داد که اصلا فاقد دانش سیاسیه، نمیتواند مسئله ای رو به درستی بفهمد، اصولا قادر نیست بدونه و
به هر حال موجب مسئله و زحمت برای جامعه آمریکا خواهد شد. به هر حال من فکر میکنم که ما ناچار هستیم به مسائل انتخابات اخیر به طور جدی نگاه بکنیم. ما ناچار هستیم به این مطلب کاملا برسیم و بپردازیم که انتخابات این دوره آمریکا آغاز سقوط دهشتناک دموکراسی آمریکایی است. چرا این بلا بر سر آمریکا داره میاد؟ شما بهتر از من میدونید. وقتی سیستمی باشد که بر مبنای قدرت، زور و رابطه باشه، نتیجه جز این نیست، اتفاقی جز این نمیافته. دموکراسی آمریکا برای نجات خودش نیاز به رفرم‌های اساسی و ریشه‌ای داره. وظیفه من و شما به عنوان شهروندان ایرانی آمریکایی نه تنها تحریم این انتخاباته، نه تنها رأی ندادن در این انتخاباته، بلکه به هر طریق که میدونیم، به زبان فارسی، به زبان چینی، به زبان انگلیسی، به هر زبانی که میدونیم، مراتب اعتراض خودمون رو به قوه اجرائیه مقننه مجلس قانونگذاری و قوه قضایی آمریکا باید اعلام بکنیم. این مملکت پایه‌های دموکراتیکش احتیاج به رفرم اساسی داره. سقوطش نزدیک نیست. بسیار سرزمین پهناوری است. سالها، شاید چندین دهه دیگه بتواند در مقابل این فساد سیاسی دوام بیاورد. ولی حاصلی نخواهد داشت. چه حاصلی خواهد داشت؟ روز به روز ما مواجه با ضعف بیشتر قدرت سیاسی در آمریکا خواهیم بود. ما این متاسفانه بدبختی رو مجبور هستیم که تحمل کنیم و ببینیم. اعتراض ما نشانه هوشیاری ماست. تحریم انتخابات آمریکا وظیفه هر انسان مدرن، هر انسان متمدن، هر انسان معمولی صادق به طور نسبی در جامعه است. ما باید بگوییم که هیچ کدوم از اینها رو که نمایندگی میکنن زد و بندهای سیاسی و اقتصادی خاص رو در جامعه، به عنوان نمایندگان ملت آمریکا نمیپذیریم. رودرواسی نباید کرد. خانم ها، آقایان، این انتخابات درخشانتر از انتخابات پیش روی جمهوری اسلامی نیست. در واقع قدرت فاسد جمهوری اسلامی از فساد آمریکایی داره تبعیت میکنه و اون رو به صورت کاریکاتور داره پیاده میکنه. چرا جرأت گفتن این حرفامون رو نداریم؟ از چی میترسیم؟ چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ هیچی. فقط به عنوان یک عده انسان در مقابل سرنوشت خودمون، فرزندانمون، نوه هامون، همه آمریکایی هامون، آمریکایی هایی که با ما هستن، همسایه های آمریکایی خودمون، نشانه احساس نگرانیمونه. انتخابات آمریکا رو تا اونجایی که میشود، اگر بشود، از رونق باید انداخت. حوزه های رای گیری رو نباید شلوغ کرد. باید نشان داد این شیوه مفتضحانه انتخاباتی در این کشور مورد علاقه مردم نیست. متاسفانه درصد ایرانی ها بسیار بسیار ناچیزه. متاسفانه سالها تحریم از هر نظر بر وضعیت اقلیت ایرانی در آمریکا تأثیر فوق‌العاده منفی داشته. نسبت تعداد ایرانی آمریکایی ها در کل جمعیت رای دهنده بسیار بسیار ناچیزه و مگر در موارد استثنایی اصلا تعیین کننده نیست. اما صدای اعتراض ما میتواند تعیین کننده باشد. ما باید همسایه های آمریکایی خودمون رو هم تشویق به عدم مشارکت در این انتخابات مفتضح بکنیم که متاسفانه یادگاری است به جا مانده و نادرست از نظام سرمایه‌داری، نظام اقتصادی فاسد حاکم بر این کشور، پایه های پوسیده و موریان زده انتخابات ایالات متحده آمریکا. این انتخابات، این شیوه برگزاری رئیس جمهور و و و و و
اینا هیچ کدوم برای فرزندان ما، برای نوه های ما، برای اعقاب ما آمریکای درخشانی رو باقی نمیگذاره. صدای اعتراض خودمون رو با رأی ندادن، با نامه نوشتن به قوه مقننه قضاییه و مجریه آمریکا باید بلند بکنیم. جنبشی در آمریکا باید به وجود بیاد که رفرم سیاسی رو در این کشور بتواند اعمال بکنند، وگرنه روزهای آینده و سالهای آینده سالهای خواهد بود که ما به دنبال تازه کسانی به فساد دونالد ترامپ و بعد به قضاوت کردن هیلاری کلینتون خواهیم گشت. ببینید چه سالهای بد و مفتضحی در انتظارمونه اگر وظیفه خودمون رو به عنوان یک سری ایرانی آمریکایی انجام ندیم. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، روزگار به کام، ایران جاویدان و پاینده.